سلام عزیزان روزتون بخیر به, به کانال خودتون خوش اومدین با من همراه باشین با یه تجربه دیگه و یه داستان دیگه دوست عزیزمون آقای میسم قسمتی از تجربه زندگیشون رو با ما به اشتراک گذاشتن و نوشتن میسم هستم ما اهل یکی از شهرهای اطراف خوزستان هستیم من از بچگی تو خانواده بزرگ شدم که حلال و حروم واسهشون مهم بود ما حتی خواهرای خودمون رو بغل نمی کردیم. نه که مذهبی باشیم یا روی هجاب و این چیزا حساس باشیم فقط خیلی رفتارهایی که تو خیلی از خانواده ها عادیه تو خانواده ما عادی نبود بابام تو میراث فرهنگی خوزستان بود دستمون به ذهنمون میرسید محتاج کسی نبودیم من همونطوری که خانوادم هم تربیتم کرده بودن رفتار میکردم و دنبال دوستی و این چیزا نبودم دلم نمیخواست با احساسات هیچ دختری بازی کنم. همونطوری که دلم نمیخواست کسی با احساسات خواهران بازی کنه. من همیشه سعی میکردم پاکی خودم و حفظ کنم و هیچ وقت به ذهنم خطور نمی کرد چنین سرنوشتی جلوم قرار بگیره. از بچگی عاشق این بودم پرستار بشم. خیلی درس می خوندم که قبول بشم. همه به هم امید پزشکی داشتند. میگفتن حتما قبول میشی نمره های دبیرستانم همه بیست بود ولی کنکور رو خراب کردم و هیچ کدوم از چیزایی که میخواستم قبول نشدم مامانم حتی برنجشو پاک کرده بود که جواب کنکورم بیاد و به خاطر قبولیم جشن بگیر و دعوتی بده ولی تو ذوقش خورد من مرد بودم نمیشد هیچ کاری برای آیندم نکنم همه میگفتن یه سال دیگه هم بخون تا شاید آوردی اون تابستون افسرده شده بودم و دست و دلم به کتابا نمیرفت. اول مهر ماه بود و باز از مم و کردم که دانشگاه خوبی قبول بشم. مامانم هم دختر خالم و برام زیر نظر داشت و میگفت چند ترم که از دانشگاهت بگذره بعد نامزد کنین خانواده خالم اصلا شبیه ما نبودن. شوهر خالم هزار درجه با بابام فرق داشت. خیلی حلال و حروم سرش نمیشد. اما خیلی از ما پولدارتر بودن حالا از چه راهی و چه جوری این همه پولدار شده بود نمیدونم ماشین های آخری مدل و سوار می شود. از بهزان تا شاسی بلندی که بابام حتی یکیشو هم نمیتونست بخره. خالم دو تا دختر داشت و پسری نداشتن. دختراش هم به آخرین مدل های روز لباس می تمام تموم لباساشون مارک بود. شاید ماهانه فقط بالای 20 میلیون خرج آرایشگاه و ظاهرشون میکردن. هر پسری به خاطر وضع مالی شوهر میخواست که دامادش بشه چون پسر نداره اون ارث خورش بشه. دختراش از لحاظ ظاهری خیلی به خودشون میرسیدن و کلا قیافه خوبی هم داشتن. فقط یه مشکلی تو اخلاقشون بود که خیلی تند بودن و تا جواب یکی رو نمیدادن آروم نمیشدن. خالم زن سر و زبونداری بود از اون زنایی که نمیشد باهاشون کل کل کرد یا دهن به دهنشون شد هیچکس جرأت نداشت بهش بگه بالای چشمت ابروه به تب دختراش هم مثل خودش شده بودن علکی نیست که میگن مادر رو ببین دختر رو بگیر دختر خاله ها مثل مادرشون سر و زبوندار بودن و من خوشم نمی اومد. میخواستم زنم مثل مادرم مطیع و آروم باشه. ازنی از که تو روم در بیاد و بخواد اختیار خونه رو به دست بگیره بدم میومد. اما مامانم با خالم حرفاش رو زده بود و همه منتظر نامزدی ما بودن چون شوهر خالم هم از من خوشش میومد. مخصوصا که منتظر بود دانشگاه خوبی قبول بشم تا تاییدیه رو بده خلاصه که موندم پشت کنکور و تموم تلاشم و گذاشتم و این بار تونستم پزشکی شبانه یه استان دیگه قبول بشم. سختم بود از خانواده دور می شدم. اما برای آیندم لازم بود. من اوایل خیلی احساس تنهایی می کردم. برای اینکه اینقدر بخوام از خانوادم دور بشم سخت بود. من وابسته بودم. به پدر و مادرم زیاد وابسته بودم. تو دانشگاه چون رشته که قبول شده بودم خواهان زیادی داشت هم دختر هم پسر تو واحدهایی که بر می داشتم زیاد بود. همه جور دختری پیدا می شد از هرزه تا مقدسه سعی می کردم مثل قبل به هیچ کدومشون توجه نکنم و به فکر درسم باشم اما برنامه هایی که چیده بودم با اومدن یه دختر تموم شد و من برای اولین بار به یه دختر تو دلم حس پیدا کردم اون یه دختر عادی بود با یه ظاهر ساده نه از اون دست دخترای جلف بود نه از اون دخترای چادری و محجبه داستان از این قرار بود که یه روز طبق معمول سر کلاس بودیم هوا گرم بود و همگی بی حسل و کلافه سر یه درس حوصله سربر نشسته بودیم استاد تازه اومده بود و خیلی هم با همون خوش بود همونطور که به اون درس کسل کننده گوش می کردیم در اتاق باز شد و یه دختر با سر پخش زمین شد حالا دیگه اون کلاس بی حسل شده بود کانون خنده دلم به حالش سوخت که مزحکه این همه آدم شده رفتم کمکش کنم که بلند شه تشکر کرد و خودش بلند شد تو چشماش اشک بود رفت رو آخرین صندلی کلاس نشست از نگاه کردن به چشماش دلم یه جوری شد حس می کردم ازش خوشم اومده و دارم عاشق میشم ولی اون دختر از خجالت سر بلند نکرد و از لبخندهای زیرزیرکی بچه ها خیلی ناراحت بود. یه مدت همش جلوی چشمم بود هر روز می دیدمش هی hey, بیشتر از قبل عاشقش می شدم با خودم گفتم حالا که بهش یه حسی دارم پا جلو بذارم منم تعم دوستی رو حس کنم بهش حرفمو که زدم با تشر گفت عاشق چیه من شدی دست و پا چلفتی بودنم برو رد کارت بهش گفتم من که مسخرت نکردم چرا ازم ناراحت شدی تو چشام نگاه کرد و گفت همی که اومدی به هم پیشنهاد دوستی میدی یعنی مسخرم کردی شمارم و دادم بهش گفتم شاید نظرت عوض شه یه هفته بعد به هم پیام داد و گفت دوست پسر داشت و تازه جدا شده و میخواد اونو فراموش کنه به هم گفت بیا رل بزنیم راستش خیلی تو ذوقم خورد به نظر نمیومد که چنین دختری باشه به نظر خیلی پاک بود و من فکر کردم عشق زندگیمو پیدا کردم ولی خب هر پسری یه نقطه شروعی واسه این کارا داره و شروعش برای من با این دختر بود اولش فقط در حد قرار گذاشتنای ساده بود اما کم همه دوست دختر و پسرا هست من اون دختر رو دوست داشتم و میخواستم به عنوان عشقم همیشه کنارم باشه رابطه ما کم کم جدی تر میشد من همزمان به این فکر میکردم که چجوری به مادرم بگم دختر خالم و برای ازدواج نمیخوام به هر حال ما سه سال با هم دوست بودیم و من این زمان آشنایی رو برای ازدواج کافی می دونستم. بعد از تموم شدن دانشگاه هم می خواستم برم خواستگاریش. رفتم پیش مادرم که بهش بگم از قیامتی که شد نگم براتون. مادرم خودشو به قش کردن میزد و داد میزد که محال جز دختر خالت بذارم کسی رو بگیری. برخلاف همیشه که بابام از حسادت یا هر چیز دیگه از شوهر خالم و خونواده خالم بد میگفت حالا حامی مادرم شده بود. باهات نمیاییم خواستگاری و دیگه پدر و مادرت نیستیم اگه با این دختر ازدواج کنیم. تصمیم گرفتم تنهایی برم خواستگاری. از خونه تا شهرشون که حدود پنج ساعت راه بود فقط اشک ریختم تا رسیدم. تنهایی رفتم خواستگاریش. همه با هم سرسنگین بودن و هیچ کس هیچی نمی گفت. نه شرایطشون نه مهریه از هیچی حرف نمی زدن. دیدم جو سنگینه خیلی تو اذیت بودم. ناچار گفتم نظرتون چیه؟ باباش گفت که مگه یتیمی که تنها اومدی خاستگاری پسر برو با خانوادت برگرد. اون وقت جوابمونو بهت میگم. گفتم اونا میخوان با دختر خالم ازدواج کنم اما من نمیخوام با کسی که دوستش ندارم زندگی کنم. به هم گفت پس اول مشکلات خانوادگی تو حل کن بعد بیا ما برای شوهر دادن ملیکا عجله نداریم خیلی خوش اومدی خداحافظی کردم و اومدم بیرون یه نیم ساعت تو ماشین سر کوچه نشستم به ملیکا پیام دادم بیاد حرف بزنیم نمیدونم به چه بهونه از خونه اومد بیرون گفت تو محل نمون و برو به یه جای خلوت تو ماشین حرف زدیم بهش گفتم من دوستت دارم اما خانوادم با هم نیستن. من قید همه چیز رو به خاطرت میزنم. تو هم با خانوادت حرف بزن که با ازدواجمون مخالفت نکنن. به هم گفت نمیتونم. خانوادم تنها پشتیبان منن. نمیتونم ناراحتشون کنم یا رو حرفشون حرف بزنم. بهش گفتم ما مدت زیادی با هم دوست بودیم. به احترام اون روزا و رابطه ای که بینمون بود یکم تلاش کن به هم برسیم. به گفت دروغ چرا؟ من تازه اول خوشی کردن هامه نمیخوام با ازدواج خودم و محدود کنم و با کسی ازدواج کنم که از گذشتم خبر داره و هر روز اونو تو سرم بکوبه برو سراغ زندگی تو باعث بحث و دعوا بین من و خانوادم نشو دنیا رو سرم خراب شد دست از پاده هر بر میگشتم خونه روی برگشتنم نداشتم قبل از رفتنم نامه گذاشته بودم که تنها میرم خواستگاری حالا که شما منو نخواستین منم شما رو نمیخوام دعا میکردم اون نامه رو پیدا نکرده باشم اما خواهرم دیده بود و به مامانم نشون داده بود خواهرم زنگ زد و گفت مامان سکته کرده زود برگرد قلبم درد گرفت من به خاطر کسی که حتی برای رسیدن به من ذره تلاش نمیکرد باعث سکته مادرم شده بودم سری برگشتم و با گریه و ناراحتی رفتم تو خونه دیدم مادرم روی مبل خوابیده و خواهرامم کنارش نشستن به هم گفتن مامان تا مرز سکته رفت و برگشت دیگه حق نداری این دختر رو تو این خونه بیاری کسی هم جز خونوادت نباید از این دختر چیزی بدونن راه دیگه هم برام نمونده بود مادرم برام دختر خالم و خاستگاری کرد و نامزد شدیم دوره نامزدیمون سختترین و بدترین قسمت زندگیمون بود همش خونوادش رو تو سرم میکوبید و برام کلاس میذاشت. میگفت هر چی کار کنی و درآمد بیاری فقط خرج آرایشگاه منو میده. خیلی خوردم میکرد. ولی دیگه برام عادی شده بود و خسته شده بودم که بخوام باهاش بحث کنم. میگفتم درست میگی اما درآمد من قدره. بقیهش رو از بابات بگیر. نیازی به گفتن من نبود. شوهر خالم دختراشو خیلی دوست داشت و همه جوره ساپورتشون میکرد. چه از نظر مالی، چه از نظر احساسی. جرعت نمی کردم رو خواست زنم حرفی بزنم. خب شوهر خاله برای عروسیمون یه ماشین آخرین مدل هدیه داد و من خیلی خوشحال شدم. با اینکه به اسم زنم بود ولی من سوارش می شدم و زنم ماشین مجردی هاشو سوار می شد. طبق خواسته پدر زنم که دوست داشت از جیک و پوک خونمون خبر داشته باشه تو خونه ای که کنار خونه خودش واسه دخترش خریده بود زندگی می کردیم. حتی تو بحث هامون دیگه جرأت نمیکردم کردم صدامو بالا ببرم که نکنه یهو یه صدامون رو بشنون و برام درد سر بشه. هرچی می گفت باید روی چشم میذاشتم من فقط یه پزشک عمومی ساده بودم نه حقوق چندانی داشتم که خواسته های خانم رو برآورده کنم نه اینکه بتونم چیزی از خودم بخرم باعث غرور و افتخار برای خودم بشم ماشینم خونم و حتی خرج زنم از شوهر خالم بود منم ناچار به اطاعت هر جا میخواست میرفت و منم جرأت اعتراض نداشتم مسافرت های تنهایی یا با دوستا چیزی که من دوست نداشتم اصلا خیلی از دوستاشو نمیشناختم که باهاشون رفت و آمد میکرد خیلی وقتا زنگ میزد که نه یا خونه با دوستام دور همی داریم خیلی وقتها هم دوستاشو با پارتنر یا دوست پسراشون دعوت میکرد که بیان و پای افراد غریبه که اصلا ندیده بودمشون رو به خونه باز میکرد فقط برای اینکه به دوستاش فخر بفروشه هیچ وقت رنگ غذای خونگی رو نمیدیدم شبا که می اومدم خونه از بیرون فست فود یا سالادای عجیب و غریب سفارش داده بود خواسته های زنم همیشه عجیب و غریب بود و فانت عجیب ترم شده بود اولش خواسته های ساده و عجیب داشت مثلا می اونجا با هم باشیم یا می گفت تو اتاقمون شم بچینیم اونجا با هم باشیم و از رابطه با من شاید خسته شده من نمیخواستم این شرایط مالی عالیمو از دست بدم و هر چی میگفتن انجام میدادم. آخرش به جایی رسیدم که به هم گفت با دختر خالمون و شوهرش با ناچار قبول کردم. زنم تا چیزی میشد سری قهر میکرد و تو فاصله چند ساعت به گوش خالم و شوهر خالم می رسید و اوضاع زندگیم سخت میشد. حوصله دردسر نداشتم و قبول کردم. رو ارزش های خانوادگیم پا گذاشتم و کار می کنم، کلی مشروب خوردم چیزی که هرگز بهش لب نمی زدم مگه تو عروسی و جشن خاص اون شب زنم راضی شد و فرداش خوشحال بود از چیز جدیدی که تجربه کرده و چند وقت یه بار این کار رو تکرار می کردیم زنم دعوتشون می کرد بیان خونمون تازگی من تحمل می کردم و چیزی نمی گفتم. اما قضیه کم کم کسیف شد و توی یکی از این رابطه ها متوجه شدم دختر خالمون زگیل تنم سکته می کردم. وقتی بهش گفتم با گریه گفت نمیدونسته و حتی شوهرش هم ازش فاصله گرفت. بازم خوب بود که وسیله جلوگیری استفاده می کردیم و چون هیچ کدوم از ما سه نفر این بیماری رو نداشتیم باید اعتراف می کرد اینو از کی گرفته. هرچی پرسیدیم چیزی نگفت. تا زمانی که شوهرش گفت نگی طلاقت میدم من پایه همه کارایی که کردی بودم با کی و کجا ناچار شد حرف بزن و گفت که با دوستش رفته خونه شد و اونجا با دوست پسر اون دختر رابطه محافظت نشده داشته و نمیدونسته که اون مبتلا هست زنم خیلی شوکه شده بود خیلی گریه کرد و ترسید که مبتلا شده باشه چند بار چکاب شد که مطمئن شیم چیزی نباشه دیگه بعد از اون آدم شده و نمیخواد که کسی رو بیاره تو رابطمون ولی بجاش شرم کنم ازم مدل های جدید رابطه میخواد من واقعا خسته شدم و از پسش بر نمیام نمیخوام طلاق بگیرم فقط یه راهی بهم به بدین اینا رو از سرش بندازم که ما هم مثل آدم را نه که واسه رفع یه نیاز ساده این همه منو اذیت کنه لطفاً بی احترامی نکنین نهایتاً بی احترامی بشنوم من راه دیگه ای نداشتم که اینجا حرفمو زدم فقط برای اینکه شاید یه نفر یه راهی بگه که به دردم بخوره و به خاطر همین مشکلمو گفتم